شما استفاده کنید. من سلام می کنم خدمت کسانی که به این نشست آنلاین پیوستن و ازشون تشکر می کنم. بعضیشون رو هم کما بیش می شناسم اینجا وقتی اسم رو می بینم. امیدوارم که بتونم مفید در خدمتشون باشم. خواهش میکنم. منم من دارم خان رحیم عرض سلام و ادب و مجسد دارم خدمت آقای دکتر عبایی و دکتران عزیز سال هر رفتن سلامت باشن و پایدار و امیدواریم که بتونیم نکاتی توی این جلسه مطرح کنیم مورد علاقه و مورد استفاده دوستان قرار بگیره. من در ابتدای جلسه تشکر میکنم از سازمان زیباسازی شهر تهران که بانی این برنامه هستن، خانه اندیشمندان و بانیانی و همچنین مؤسسه تفکران اندیشه فردا و همچنین آقای دکتر مرادی و آقای دکتر جعفری از سازمان زیباسازی با آقای دکتر مهدوی از روابط عمومی خانه و کارای ارتباط بین این برنامه ها دوستان برقرار میکنن. ما در ادامه نشسته ای که در حوزه مباحث مهمانی و شهر هست امشب نهمین نشستی است که ما داریم برگزار میکنیم تحت عنوان فضاهای مکس و افزایش تعاملات شهروندان. یه مقدمه کوتاهی که آقای یوسف بخوام من حاضر بخوام وارد بحث بشم اولی مثلا بشم اولی هم برمی کنم همونجوری که دوستان و خردداری میدونن بسیاری از اندیشمندان و برنامه‌ریزان شهری معماران شهرداران بر این باورند که شهر یک فضای فقط صرف کالبد نیست یا یک فضایی که متعلق به ماشین و کالبد باشه نیست، بلکه وقتی اسم شهر میاریم فضا تشکیل میشه و فضا متشکل از کاربرد تعاملات انسانی و در نتیجه کارکرد شهر کارکرد اجتماعی و فرهنگی زیادی پیدا میکنه و در این میان اندیشمندان غربی از دههای گذشته بر این باور بودند که این تعاملات بین انسانها در فضاهای شهری بیشتر کنند و نظریه های مختلف دادن از مورد جان جوکوفسکی کتاب معروفی نوشت و در مورد شهرهای بزرگ امریکا بحث مرگ شهرها رو مطرح کرد که اگر به این زبان ادامه پیدا کنند دچار مشکلاتی میشن و راهکارهایی رو ارائه دادن. همچنین اندیشمندانی همچنین یانگول و دیگر کسان هم در این امر پیش قدم بودن. در کشور خودمون خیلی مقاله و حتی کتابهایی نوشته شده در این زمینه و تاکید شده به تعاملات اجتماعی در فضای شهری، اما متاسفانه به دلیل گسترش بیروی شهرها و طبیعی یعنی فضای جغرافیایی کمی که شهرها تهران داره عمودی شهر بسیاری از این تعاملات اجتماعی کم کم رنگ باخته و چه در نوع معماری ما چه در نوع برنامه‌ریزی شهری ما این تعاملات اجتماعی کمتر توجه شده و ما حالا معتقدیم به سازمان زیباسازی بر این باوره که بتونه با ارائه نظرات دوستان و راهکارها میتونه ببینه چالش‌های این فضای مکس در فضای عمومی شهر چیه و چجوری میشه تعاملات اجتماعی بین شهروندان افزایش پیدا کنه و یه راهکارهایی ببینه همچنین یه تجربه‌هایی که در دنیا و حتی در شهرهای خودمون ایجاد شده و موفق بوده یا بالعکس ناموفق بوده و چه راهکارهایی رو میشه باشون امر پیشنهاد داد. اون شب در خدمت آقای دکتر مادیار تبایی هستیم، استاد بزرگواری که مقاله و کتابهای زیادی در حوزه شهرسازی و تعاملات شهروندان داره و انشاءالله که بتونیم از صحبتهای ایشون همیشه استفاده کنیم. آقای دکتر ما در خدمت عزیزکاری هستیم. من مجددا سلام میکنم خدمت شما و در واقع بینندگان و تشکر میکنم از محبتی که شما به من داشتید. من میخوام نگاه به این بحث تعاملات اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی رو از یه منظر
تاریخی بهش اول نگاه کنم. ببینید، فضاهای مانوس که ما بهش میگیم فضای مکس، در طول تاریخ، این طول تاریخ میگم منظورم شرقی یا غربی یا جای خاصی از دنیا نیست، در طول تاریخ یه سابقه معینی داره و به طور اندیشیده نشده همیشه وجود داشته و مردم از اینا استفاده میکردن و در واقع ما تو پلازاها، میدونها، میدانگاههای خودمون، آرناهای دنیای باستان، در واقع فضاهایی داشتیم که مردم این تعامل رو به میزان حد اکثری انجام میدن، بازارها یا امثال هم، و در واقع حصول به این فضاها نیازمند خیلی دیالوگ و چالش بسیار نبود. هر جا که پیکره شهری رو پی می افکندن و برقرار می کردن و بازارش رو احداث می کردن و میدانگاهش رو در مقابل کاخ ها می ساختن، معالن این ارتباطات اجتماعی شکل می گرفت. در واقع داد و ستت ها تو بازارها شکل می گرفت، تو فضای رسمی، فضای غیر رسمی، مجموعه مناسک و آداب شهروندی تو این فضاها شکل می گرفت، احکام دولتی و حکومتی در فضاها خونده می شد و مردم آگاه می شدن بهش، برنامه های مذهبی توش پیاده می شد و خیلی در واقع کسانی که حالا چه به طور حاکمیتی چه غیر از اون این فضاها رو ایجاد می کردند، انجام این امر رو بدون نیاز به هیچ نظریه پردازی یا هیچ گونه اندیشه ورزی راحت انجام میدادن به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهری خودش. این اتفاقی که ما در مورد این قضیه صحبت کنیم و موضوعات رو مطرح کنیم و دیالوگ کنیم و در میون بذاریم، زایده مدرنیزم هست. یعنی موقعی که رابطه بین توده و فضا الگوش تغییر کرد و دیگه اون رابطه سابق نبود. اتفاقی که تو مدرنیسم میفته، توی نقدی که به عنوان مثال کریر آگاهانه وارد میکنه به اقدامات لوکوربوزیه، اینه که فضای عمومی و فضای بیرون از ساختمان ها اصلا مورد توجه معماران مدرن قرار نمیگیره. نمونهش مرکز شهر پاریسه که پلان اولیه مرکز شهر پاریس یه مجموعه 15 تایی، یعنی 3/5 از برج‌های ایگرگ شکل بوده که 2 هفته قبل از اجرای پروژه لوکوربوزی ناگهان اینا تبدیل میکنه به برج‌های چریپایی و صلیبی. یعنی اصلا براشون مهم نبوده که این بیرون چه اتفاق میفته. با این حال باز هم اتفاقاتی که بوده، اتفاقات متبع مدرنیسم، انواع و اقسام فضاهای بازی رو رقم زده که با نمونه های کلاسیک و سنتی اروپاییش تفاوت داشته. فضایی که در مقابل برج ها اتفاق می افتند، پلازاهای خرد مقیاسی که از عقب نشینی ساختمان ها شکل می گرفت. عرضم به حضورتون که انواع اقسام فضایی که با مشوق ها و تنبیه های ضوابط مقرراتی شکل می افتند، پارک های خیلی بزرگی که حالا از شاید مدت ها قبل از لوکوربوزی، نمونش در منحت نیویورک سنترال پارک رو داریم، اتفاق میفته. همه اینها در واقع مصادیقی هستن از اینکه اون مفهوم فضای عمومی به دور از، حالا در دوران مدرنیسم در همراه با بعضی تئوری پردازی ها همچنان دوام داره، وجود داره و حالا دگرگونی پیدا میکنه، فرم ها و گونه های کالبدی متفاوتی پیدا میکنه و نهایتا توی محیط شهری به شکل های مختلف دیده میشه. اما اتفاقی که در کشور ما میفته، یک گونه ایرانی از گسست هست، یک گونه ای که با گونه غربیش، با گونه اون چیزی که تو فرانسه مثلا در مورد گسست مدرنیستی اتفاق میفته یا در کشورهای که به سبک بین الملل گرایش پیدا کردن اتفاق میفته، این کاملا متفاوت هست اون چیزی که تو ایران هست. یعنی ما در دهه 30 و 40
به طور کامل کاری کردیم که مورف شهرهامون رو به سرعت به سمت نابودی برد، و اینکه اومدیم سراغ گونه 60-40، همین 60% شمالی توی پلاک، توی در واقع توده گذاری قطعات، یه مدرنیزمی بود که وابسته به ماشین وارداتی، یعنی در واقع یک الگویی که به زور ما میخواستیم خودمون رو مطابق بکنیم با حضور ماشین، قطعه بندیمون رو تغییر دادیم، شبکه خیابونامون رو تغییر دادیم، چیزی که به اون شدت حتی در اروپا و آمریکا هم اتفاق نیفتاد، و اصلا فرم شهرهای ما رفت به این سمتی که حتی تو روستاها هم که دیگه شکل سکونتگاهی ویژه در خود و منحصر به فرد بود، فرمت این 60-40 شکل گرفت و در واقع محیط تغییر داد. حالا این 60-40 چه تأثیر داره روی فضای عمومی؟ دسترسی به فضای عمومی رو سخت کرد، نه دسترسی فیزیکی، دسترسی به فضا برای احداث فضای عمومی رو. یعنی ما کاری کردیم که به هیچ وجه هیچ اتصالی بین فضای عمومی محور و فضای پشت ساختمون برقرار نیست. نوعی از ضوابط رو برقرار کردیم که به هیچ وجه امکان عقب نشینی با تراکم تشویقی و اینا رو نمیتونه فراهم کنه، با اون حیات 40% که مثلا سر خیابون میفته. جمعی اینها یک شرایطی فراهم آورد که ما نتونستیم فضا رو، یعنی زمین رو استحصال کنیم برای اینکه بتونیم فضای شهری خلق کنیم، و زمین رو در واقع از دست دادیم توی محیط شهری و امکان خلق فضا از ما گرفته شد. حالا با جریانی که در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده که در واقع فضای شهری خودش رو از زیر یوغ مدرنیسم کشیده بیرون، الگوهای مدرنیستی رو بخشش رو پذیرفته، بخشش رو دگرگون کرده، دوباره میخواد رجعت کنه به فضای سنتی خودش، یک رجعتی به فضا اتفاق افتاده، به فضای شهری، که خب نظریه پردازی سیاسی صورت گرفته. مثلا همون مواردی که شما اشاره کردین، یانگل یا جین جیکوبز، کسانی هستن که پیشگام بودن توی این بحثی که باید برگشت به فضای عمومی شهری و دوباره اینو احیا کرد. من از کلمه فضای عمومی و فضای شهری استفاده میکنم، نمیخوام وارد ترمینولوژی مثل قلمرو عمومی، مثل مکان یا اینها بشم، از همین کلمه فضای شهری استفاده میکنم که یک واژه جا افتاده کلیتر و کلاسیکتر هست در واقع تو این قضیه، و میتونیم خیلی چیزا باش در واقع در موردش صحبت کنیم ببینیم که به جای بر بخوره. حالا ما اینجا یک بازگشت تو غرب اتفاق افتاده، ما دوباره داریم این بازگشت رو هم وارداتی میکنیم. اصلا نمیگم اشتباهه یا درست، ما میگیم حالا که دنیا داره میره به سمت فضای عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی، ما هم باید چنین کاری بکنیم، کما اینکه در گذشتگان ما بوده است و نمیدونم در فضاهای سنتی ما بوده است، با این تعابیر این به این یا آنالوژیکی که بین عرضم به حضورتون آنچه در غرب گفته می شود در مورد فضای عمومی و آنچه در شرق موجود بوده است در گذشته، این ارتباط رو ایجاد میکنیم که توجیه کنیم که این بازگشت مفیدی هست. اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما دنبال احیای یک فضایی هستیم که عموماً یا به عنوان تهمونده یا پس افتاده ساختمون ها و قطعه بندی ما به ما میرسه، یا به زور داریم اونو تو بعضی از محورها با پیاده راه کردن اینا به دست میاریم، یا توی زمین های بزرگی که با مثلا قانون ذخیره توسعه شهری که مثلا سازمان نوسازی پیگیری میکنه 50% از اراضی باید خدمات ارائه بدن به شهر، و حالا از این 50% دوباره نیمیش به فضای سبز یا فضای باز اختصاص پیدا میکنه، داریم سعی میکنیم که این امکان دسترسی به فضا رو فراهم بکنیم، دسترسی به زمین رو برای خلق فضا. اتفاقی که میفته، ما در واقع
با یک وضعیت مواجهیم. وضعیت چی؟ وضعیتی که زمین رو نداریم به حد زیاد بابت خلق فضا و امکان ایجاد فضای شهری برای ما مختل هست. ضرورتی که داریم ضرورت ایجاد فضا هست که ما میخواهیم این فضا رو به هر ترتیبی ایجاد کنیم، چون جدا از این که میگم بحث وارداتیه، بعضی از جنبه هاش هم از حرام شمس هست که ما به هر حال به یک سوپاپ های تنفسی در فضای شهر توی این ازدحام و اینا ایجاد داریم و اینا سلامت روان مخاطره میفته. حالا جدا از بحث تعامل اجتماعی، بحث های در واقع یکم روبنایی تر، ولی ما در واقع مبحث سلامت هست. یعنی وقتی شهر فقط ساختمون هست و فقط محور، دیگه هیچ جایی برای ارتباط نیست. یعنی انگار توی یک خونه هر کی تو اتاق خودش بفرستی و چیزی به اسم حال یا محل نشیمن وجود نداشته باشه، یه جور زندان خلق کنیم. بنابراین ما نیاز این ضرورت هست که برای این فضا رو احیا بکنیم. حالا اتفاقی که میفته این که ما به چه ترتیبی باید یک این احیا رو ایجاد کنیم، حالا در هر زمینی که به دست میاریم، در هر فضایی که حاصل میشه، ضمناً اینکه ما به عنوان جامعه فنی ایرانی، به عنوان طراحان ایرانی، به عنوان آکادمیسیان های ایرانی، با این فضا باید چگونه برخورد کنیم و چه طرحی باید بهش بدیم. این یک مسئله ای هست که جای بحثی که من به این اینو اینجا متوقف میکنم، ولی به این برمیگردم. ببینید در سالهای اخیر اتفاقی که افتاد این که ما تونستیم این فضاها رو تولید کنیم. در دوران آقای قالیباف اتفاق افتاده، در دوران آقای حناچی اتفاق افتاده، در فضاهای بینش هم اتفاق افتاده، به در واقع اشکال گوناگون و به مقیاسهای گوناگون و به جزئیات گوناگون. من در مورد خوب یا بد بودن پروژه ها صحبت نمی کنم، من در مورد تحققشون حرف می زنم. در زمان آقای قالیباف ما بحث اراضی عباس‌آباد رو داشتیم که خب یه اتفاقی بود که یک پهنه بزرگ مقیاسی به شرایطی برگشت بشه که امکان نگاه به اون و در واقع احیای اون تا یه حدودی فراهم شد. طرح تهیه شد، دوباره براش طرح درصدی اجرا شد، طرح مورد بازنگری قرار گرفت. یه فضای نزدیک 500 هکتار، حالا بعضی وقتا تیکایش کنده شد، جدا شد، در تغییرات مختلف دوباره اضافه شد، اینا کاری به مقیاسش ندارم. ولی ما یک فضایی داریم الان که هرچند اون انتظاری که ما از فضای عمومی داریم رو برآورده نمی‌کنه. خاطر اینکه دسترسی خرد مقیاس مردم اونطوری که تو محلات و تو در واقع کوچه پس کوچه‌هاشون میتونن بشه داشته باشن به اون زمین مرکزی ندارن. اون زمین مرکزی یک جای تفرجگاه خاص و ویژه است. ما باغ فردوس رو داشتیم که خیلی اتفاق خوبی بود و پروژه موفقی بود که تقریبا همه دوستش دارن اونجا رو. یعنی پروژه‌ای که چه آقای محسنی یه خانم محسنی بخواد اونجا مثلا قدم بزنه خوشایند براش، گروه های جوان و تینیجری براشون خوشاینده، گروه هایی که ذائقه هنری دارن خوشاینده. هیچ محدودیتی ما در لحاظ ذائقه اونجا نداریم. قبل از اونها فکر کنم زمان آقای ملک مدنی بود که پروژه خانم نمیدونم اینو درست میگم یا نه، زمانش خانه هنرمندان اتفاق افتاد. و در دوره فعلی شهرداری تهران زمان آقای دکتر حناچی پروژه‌ای که سازمان زیباسازی و سازمان نوسازی در تعداد بالاتر در شهر تهران انجام میدن و نمونه هاش مثلا عرشه امیرکبیر هست که آقای مظفری طراحی کرد، یا در باغ ناشنوا دوستی که اسم دقیق باغ رو یادم نیست، پارکی که تو منطقه هفت طراحی شد، خانم رها اشرفی و دیگر دوستانی که کار کردن. سازمان نوسازی تنوعی از پروژه ها رو فراهم کرد که خیلی از دوستان من و از جمله خودم پروژه هایی رو تونستیم در واقع تو مقیاس کوچیک برای خلق و احیای این فضا در حد توانمون در واقع طراحی کنیم و بعضی از اینها به اجرا هم رسید.
حالا بحثی که هست همینه، ما در واقع تو یک جایی قرار داریم که میتونیم خودمون رو مقایسه شروع کنیم به مقایسه کردن با رشته معماری. ببینید معماری ایران معماری پیشرویی هست، من معمار نیستم، معماری نخوندم، ولی کار معماری رو دنبال میکنم، تو مسابقه ها جایزه گرفتم، کار بزرگی کردم، درست نمیخوام نگاه کال بودی داشته باشم، ولی ما تونستیم در رشته معماری موفق بشیم که معماری هایی داشته باشیم که نزدیک به معماری آوانگارد دنیا باشن. اما اگر بخوایم این اتفاق رو در طراحی شهری، در شهرسازی، در لندسکیپ داشته باشیم که تمرکز دیدگاه های فلسفی، اجتماعی، سیاسی بسیار بالا هست، ما چه راهی رو باید طی کنیم؟ ببین مسئله اینه که الان ما داریم سوال رو اینگونه مطرح میکنیم، چه کار بکنیم که تعامل اجتماعی شهروندان ما در فضای عمومی بالا برود؟ یکم این سوال خیلی کلیه، ما نمیدونیم این حد بالا رفتن تعاملات اجتماعی مطلوب در شرایط جانم بفرمایید آقای دکتر ببخشید، ما نمیدونیم این حد بالا رفتن تعامل اجتماعی مطلوب در جامعه ما چقدر هست. ما مقیاس و سنجش مناسبی بابت این قضیه نداریم. ما نمیدونیم که بانوی ایرانی، مرد ایرانی، نوجوان ایرانی، دختر ایرانی، پسر ایرانی، کودک ایرانی با چه فضای ارتباط برقرار می‌کنه. ما دو تا راه حل داریم، این در واقع یک راه حل جامع داریم که در واقع ما رو نزدیک می‌کنه به کاری که تمام دنیا انجام دادن و تونستن در واقع این فضاها رو کیفیتشون رو ارتقا بدن. من بیشتر از این که بحثم محتوایی باشه بحثم رویه‌ای هست، یعنی ما میتونیم الان در مورد این صحبت کنیم که این کار، این فضاهای عمومی نیازمند کاربری‌های فعال هستن، نیازمند نمیدونم بازارچه‌های محلی هستن یا هر گونه چیزی که میتونه حضور مردم رو شاداب کنه اونجا و تو اسکیس‌های طراحی شهری یه چیز جذاب‌تری به ما نشون بده. ولی بس این نیست، بس اینه که ما الان یه به قول موزیسین‌ها یه رپرتواری از فضای شهری داریم، فضای شهری اجرا شده که می‌خوایم از این استفاده کنیم برای اینکه اقدامات بعدیمون اقدامات بهتری باشه. یعنی بحث من اینجاست، ما یک سرمایه‌ای از پروژه‌های اجرا شده طراحی شهری داره در اختیارمون قرار می‌گیره. ما می‌تونیم پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان به فضاهای عمومی با کیفیت‌تر رسید رو با گذار مجدد از دل همین پروژه ها و آنالیز همین پروژه ها در واقع پاسخ بدیم. این کاریه که در واقع از همون زمانی که لوکوربوزی نقل بسیار جدی به فضاهای قرون وسطایی کرد اتفاق افتاده، یعنی با یک برخورد انتقادی اتفاق افتاده، کاری که در واقع تیمتن نسبت به اقدامات مدرنیسم انجام داد با همین رویکرد انتقادی اتفاق افتاده، کاری که جین جیکوبز انجام داد، کاری که ایمز شاپاپورت انجام داد، کاری که یانگل انجام داد، آلن جیکوبز انجام داد، همه اینا با همین رویکرد انتقادی نسبت به آنچه که تحقق یافته است صورت گرفت. حالا ما در واقع دنبال همین هستیم، ما در واقع یک فهرستی از فضاهای اجرا شده داریم که میتونیم اینها رو آنالیز کنیم و بشناسیم که فضای شهری ایرانی، فضای شهری که در ایران اجرا می شود، فضای شهری که در ایران محقق می شود چه کیفیتی داره؟ آیا اون چکلیست هایی که ما در کتاب های کرمانا و غیره و زالد و همه اینا می خونیم آیا همون هاست؟ یا اینجا اتفاقاتی می افته که یکم دستکاری شده، یکم منیپولیت شده، به خاطر شرایط بومی ما دگرگونه است، به خاطر فضای اجتماعی ما باید نوع دیگری باش برخورد کنیم. ما دو تا راه داریم اینجا. یک راهمون اینه که بریم سراغ مباحث تئوری که خیلی کلانی که الان در بحث فضای عمومی، فضای شهری، مکانسازی و همه اینا مطرحه. تئوری اجتماعی، تئوری مدنی، تئوری اخلاقی، اونایی که به حاکمیت محلی برمیگردن و تئوری کلان و در مورد اونا صحبت کنیم که بحث رو میبره سمت بسیاری از
منازعات سیاسی که رایجه و در موردش انواع اقسام مباحثات صورت میگیره. من میخوام این رو مطرح کنم که خیلی از این تئوری ها کمک به نقد میکنند، اما یک چاقوی دولبه هستند. در واقع ما رو تو یک دایکوتومی بومی جهانی اسیر میکنن. یعنی ما میریم سراغ این که بیایم سراغ موضوعی مثل حکمروای شهری، حق به شهر، اخلاق، عدالت و امثال هم، که خب این تئوری ها هم جنبه مفصلی در ادبیات نظری داره، هم از اون طرف ما به ازای عینی معینی نداره. از اون طرف ممکن گروه مدعی باشن که اینا تئوری بومی نیستن و ما باید گرایش رو جایگزین کنیم و ما باید با در واقع منش خودمون باش مواجه بشیم، که اونم یک بحثی که رایج هست و در واقع ما گیر یک منازعه میافتیم در تحلیل فضای شهریمون که عملا کمکی به ما نخواهد کرد. یعنی ما همیشه باید دنبال این باشیم بر اساس اینکه حق شهروندی مجاز و مخیر و قایی و شرعی و عرفی و غیر ذلک چی هست، تا کجا میتونیم این حق رو بدیم، تا کجا باید بازرندگی داشته باشیم، و یک دوگانگی داریم در تمام اون چیزی که میتونیم بهش بپردازیم و الالعبد میتونیم که این بحث بمونیم و کمکی بمونیم. اما از اون طرف یک بحث دیگه هست، این که این فضاها باید تحلیل بشوند و از دل این تحلیل ها نتایجی بیرون بیاید که اون نتایج به ما کمک کنه خصلت های یونیورسال خودمون رو بشناسیم، خصلت های بومی خودمون رو بشناسیم. ما نیازی نیست که به مزامین تئوری های غربی بسنده کنیم. ما میتونیم متدولوژی های متعارف فنی رو اخذ کنیم برای اینکه فضاهای شهریمون رو مطالعه کنیم و از این فضاهای از این مطالعه برسیم به اینکه آیا این تعامل شهروندان ما در فضای عمومی کافی است، آیا کافی نیست، چه گونه های کافی است، چه گونه های کافی نیست، چه چیزایی باید خلق کنیم، چه چیزایی باید تشویق کنیم. بعد اون وقت بیاییم مطالعات پیوست برای اینا داشته باشیم، در واقع از رشته های دیگه کمک بگیریم. یعنی در واقع ما باید یک حوزه مشخصی رو از دانش در مورد فضای شهری خودمون، تحلیل فضای شهری خودمون رقم بزنیم و اون موضوع علوم رفتاری هست. یعنی موضوعی که به ما کمک میکنه که بتونیم فضای شهریمون رو به درستی نقد کنیم، تحلیل کنیم، زمینه‌های قابل اتکاش و زمینه‌های نیازمند تغییرش رو بشناسیم، علوم رفتاری هست. ببینید یک کتاب مفصلی خانم کلر کوپر مارکوس به اسم پابلیک پلیسز داره که دقیقا اومده با آزمایش های رفتارسنجی فضاهای شهری معروف و غیر معروف متعددی رو در شهرهای آمریکا آنالیز کرد. این کتاب فکر کنم اوایل دهه 90 چاپ شد، که توی این کتاب این خانم الان سن خیلی بالایی داره، فکر کنم 80 خورده سالشونه، این کلماتی که سازمان زیباسازی و سازمان نوسازی تحت عنوان پاکت پلازا و همسال نایسر میکنه، همه از دل این کتاب بیرون اومده و فکر کنم کتاب ترجمه هم نشده به فارسی، یه بخشایش ترجمه شده دقیقا نمیدونم. ببینید اومده تمام رفتارهای گروه های سنی مختلف رو در فضای شهری آنالیز کرد، رفتارهایی که کل اون گروه مخاطب نسبت به مبلمان شهری انجام میدن رو آنالیز کرده، نسبت به آرناهای باز هاردکاور و سافتکاور سبز یا مثلا کفسازی شده آنالیز کرده، نسبت به پله ها. ما چنین اندوخته از اطلاع در مورد فضای شهریمون نداریم. ما نمیتونیم فضای شهریمون رو جوری بشناسیم که بگیم آیا مثلا بتونیم اینجوری صحبت کنیم که فلان قسمت از فضا در فلان فضای شهری ما
بیشتر توسط کدوم گروه سنی، جنسی یا اجتماعی اشغال میشن؟ بعد ببینیم آیا این در مورد شهر، مثلا فضاهای دیگه شهر تهران مثلا قابل تعمیم هست، ببینیم در مورد کلان شهرهای ما قابل تعمیم هست، در مورد شهرهای دوم ما قابل تعمیم هست، اگر تو شهر کوچیک پارکی داریم این قابل تعمیم هست، یعنی به این سمت باید بتونیم حرکت کنیم. اون وقت نتایج این میتونه در واقع سهم تعاملات اجتماعی رو در فضای شهری ما به حد مطلوب، نه حد زیاد، حدی که مطلوب خود ما هست، تنظیم کنه. اصلا میتونیم در مورد این حد، مطلوبیت این حد صحبت کنیم. ما میتونیم در مورد حریم‌های شخصی گروه‌های مختلف اجتماعی صحبت کنیم، کسایی که میان با زیلو تو فضا میشینن و استفاده میکنن، جمعشون رو مثلا میخوان تو پارک بگذارن، اینها به چه فضای شخصی احتیاج دارن؟ خیلی بده که ما تو فرهنگمون به جای تحلیل این رفتارها به قضاوت و به در واقع شماتت بعضی چیزها به عنوان بی فرهنگی، من نمیفهم چه ایرادی داره که یک خانواده روز آخر هفتهشو با زیلو تو پارک بگذرونه. این یک جور برخورد با فضای شهری هست، یک جور برخوردی که تو خیلی جاهای دنیا پیکنیک میکنن، میرن یه زنبیلی رو پر ساندویچ میکنن، میرن تو فضای عمومی میخورن، ولی ما فکر میکنیم که باید همه چیز مثلا یه شست رفتگی داشته باشه و یه سانتیمانتالیزمی رو به افراد تحمیل کنیم به فضای جمعون. خیلی جالبه که حتی افرادی که گرایش های سنتی هم دارن به تدریج احساس میکنن که این یک رفتار زننده است، که اصلا چنین چیزی نیست. ما اگر واقعا به جای قضاوت نه ارزشی، قضاوت فرمالیستی، یعنی ما نسبت به رفتار شهروندیمون قضاوت فرمالیستی داریم، مثلا یک خانم هیچ وقت توی نیمکت تو فضای عمومی نمیشینه، چرا نمیشینه تنها؟ این یک قضاوت ارزشی هم نیست، فرمالیستیه. این که شما برین توی مثلا چمن بشینید پیکنیک کنید مثلا عقب افتادگی، درسته که چنین چیزی نیست، شما حق استفاده از فضا دارید و امثال هم. ما نیاز به یک آنالیز رفتاری جامع داریم از فضاهامون که الان در شهرهای بزرگ، در تهران، در اصفهان، در مشهد، در تبریز، در شیراز تعدد این فضاها داره بالا میره و ما باید بتونیم یک در واقع نقد کامل رفتارگرایانه داشته باشیم نسبت به این فضا. چیزی که اینجا هست که ما ابزار کم نداریم، ابزارهایی که هست عرضم به حضورتون که خب بعضی از ابزارها در واقع value oriented، یعنی وابسته به یه تئوری خاصی هستن و یه مفاهیم رو با خودشون حمل میکنن، تو متدولوژی همون تئوری هم میگنجن، ولی بعضی از ابزارها واقعا چیز نیستن، واقعا value oriented نیستن و ماهیتا خونسا هستن. خیلی از ابزارهایی که توی علوم رفتاری هستن چنین نقش رو ایفا میکنن. این کتاب پایه رو که میتونیم ببینیم نسبت به این قضیه، کاری که بود که آقای لنگ انجام داد در مورد علوم رفتاری و بعداً بحثش داد و تمام اون متدها الان متدهای توسعه یافته ای هستن که میشه بهشون اتکا کرد. شما میتونید به اسپیس سینتکس رجوع کنید، به عنوان یک در واقع بدنه قوام یافته تحلیل رفتار در فضای شهری و معماری که مثلا سیمپوزیوم سالانه داره و متدش قابل اتکا هست تا یه حدودی. اتومات سلولی هست که همین نقش رو بازی میکنه و مدل های عامل مبنا یا ایجنت بیست یا چیزهای از این قبیل، یا روشی که مثلا یانگل دیولوب کرده برای این قضیه، همه اینها متد هایی هستن که وابستگی فرهنگی ندارن، یعنی وابسته به کانتکست خاص نیستن. با یک روش معین میشه در واقع رفتارها رو آنالیز کرد و ما در واقع یک سابقه پژوهشی داشته باشیم. اینجا یک مانع، من حرفام نمیدونم چقدر وقت دارم جناب دکتر. نه حدود یک دقیقه دیگه. 20 دقیقه. 20 دقیقه. 20 دقیقه مونده؟ آره. خب من میخوام اینجا به این موضوع بپردازم که بخشی از این موضوع توسط ارگان‌های ما قابل اجرا است. ما
امکانات انجام پژوهش در کشور ما توی این عرصه محدود هست. اتفاقی که میافته اینه که مثلا فرض کنیم ما نیاز داریم که دوربین تو فضا نصب کنیم، دوربین نصب کنیم و آنالیز رفتاری انجام بدیم و ببینیم که چه رفتارهایی رو مردم تو فضای شهری انجام دادن. ولی این کار رو یکم به لحاظ قوانین و مقررات نمیتونیم انجام بدیم، درسته؟ یکم این برای ما مسئله ایجاد میکنه. ما بحثی که داریم که یاد در واقع گروه پژوهشگری که تو دانشگاه هستن باید شرایطی براشون تسهیل بشه که بتونن این آنالیز رفتاری رو انجام بدن، یا بحث دیگه اینه که خب اون نهادهایی که متولی خلق و احیای فضای شهری هستن خودشون در واقع پیشگام بشن برای اینکه این بحثی رفتاری به طور کامل انجام بدن که مبارزات حقوقیش هم برطرف بشه توی ثبت در واقع رفتار مردم توی فضای شهر. چیزی که من میخوام بهش اتکا کنم یک صحبتی هست در این بحثی که عرض کردم خدمتتون به لحاظ بحث نگاه به تئوری های موجود که در زمینه تئوری های مربوط به حکم ربایی شهری مدنی در واقع جامعه مدنی یا امثال هم وجود داره در مقابل بحث تکنیکال. ببینید ما یه فضایی داریم الان تو خیلی از بحث های مشابه، بحث به این سمت میره که خب ما تو اینجور مباحث تئوری انتقادی رو داریم، مباحثی که مطرح میشه، تئوری های فمینیستی رو داریم، نمیدونم عرضم به حضورتون که تنوعی از تئوری های اخلاقی رو داریم مثل نتس و امثال هم، و اینها روش های مدون و معینی رو دارن برای آنالیز فضا، مباحثات عمومی مردم در فضای شهری، و در نهایت ما یه بحثی داریم که بحث بومی مملکت خودمون هست، بحثی که گروه دیگری پیگیری میکنه. من نه طرفدار این گرایشم نه طرفدار اون گرایش، من میخوام راه حل خودم رو از این قضیه در مورد این قضیه بیان کنم. ببینید وقتی که ما در یک زمینه تئوریکی، در یک زمینه با مبناهای متفاوت، مثلا داریم ما داریم در مورد یک مسئله واقعی صحبت میکنیم، ما داریم در مورد فضای شهری با یک تعین شکل یافته در فضای عمومی در شهر صحبت میکنیم که حالا میخوایم از هزار تا لنز به این نگاه کنیم، یه عده این رو در واقع یعنی خیامی نگاه کنیم بهش، میشه قومی متفکرن در راه دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین. یه نگاه اینه که الا بلا این فضای شهری که هست باید محل بروز اندیشه های اجتماعی و فلسفی و خواستهای مردمی و نمیدونم بروز تعارضات و تظاهرات و همه اینها در این فضا باید اتفاق شد. اصلا من اگر داور باشم تسلیمم هستم، این بله این اتفاق باید بود. یه بحث دیگه این هست که نه، ما اصلا به این تئوری‌ها احتیاج نداریم، ما یه تئوری‌های بومی احتیاج داریم که متناسب با فرهنگ خودمون باشه، اصلا اینا رو هم بریزیم دور، اینا همش بی خود و هیچ کاربردی برای ما نداره. ما یک دیتابیسی از معرفت لایزال بومی می‌خوایم که بتونیم باهاش با این دنیای مسائل پیچیده مواجه بشیم و اینا رو آنالیز کنیم. این هم غلط نیست، قابل رد کردن هم نیست و منطقی هم هست. ولی بحث یه چیز دیگه است. بحث اینه که ما اگر به این دو تا فضا میدون بدیم که هر کدومشون اصل قضیه رو در بر بگیرن، اولا که ما
ما به ازای ایرانی و بومی اون تئوری غربی رو نداریم. ما به ازای یعنی که اونا باید آنالیز لوکال بشن تا ما بتونیم رو حرفاشون نظر داشته باشیم. و از طرف دیگه اصلا ما به ازای عملیاتی ندارم. یعنی من نمونه بارز مثالی که میتونم بزنم مثلا نگاه های فمینیستی به محیط شهر. خب اون چیزی که بنیان مفهوم فمینیسم هست در به طور عمومی این هست که تمام تئوری های دنیا ریشه مردانه دارند و به عنوان یک عدالت باید باز تولید زنانه این شکل بگیره. خب این یعنی چی؟ یعنی یک پروسه لایف تایم تاریخی مفصل که این بدنه نظری شکل بگیره. اما وقتی که ندیدند حقیقت در افسانه زدن. اما چون ما میخوایم سریع به اقدام برسیم و نمیتونیم این مسیر تئوریک رو طی کنیم و نمیتونیم اسناد داکیومنت ها و تئوری ها رو به عینیت برسونیم، شروع میکنیم سریع تجویز کردن، سریع راه حل دادن و سریع سراغ یه چیزایی دادن که اون کنش ها رو در واقع کنش مخاطره آمیز میکنه و پاسخگوی تحقیقات و پژوهش‌ها نمی‌کنه. یعنی بخش عمده کنش‌های سیاسی که از دل تئوری‌های اینچنین در میاد، چون که مسیر تبدیل تئوری به عمل رو طی نکرده، همیشه محل منازعه و همیشه گاهی نتایج خیلی معکوس با تئوری مادر خودش رو میده. این یک چیز اثبات شده است به نظر من در به عینیه. از اون طرف وقتی ما سراغ تئوری‌های بومی می‌ریم، خب ما نمیدونیم تا کجا باید عقب نشینی کنیم. یعنی اینکه آیا ما باید مضامین رو حذف کنیم؟ نه، ما میگیم ما یه سری مضامین بومی ایجاد میکنیم. این مضامین بومی با چه مکانیزمی خلق میشه؟ آیا ما باید سراغ متدولوژی غربی رو قبول داریم، مضامین غربی رو قبول نداریم؟ خب متدولوژی رو باید حذف کنیم، سراغ خواستگاه ها باید بریم. آیا خواستگاه غربی رو قبول نداریم؟ اونا رو هم باید اصلاح کنیم. بیایم این خواستگاه های خودمون رو در واقع که از نگاه های کاملا مثلا بریم از ابن عربی آغاز کنیم و برگردیم به تمام بازسازی این مسیر. میدونید ما نیاز به روش های فنی مدون جا افتاده داریم. مسیر اول مشخصا جواب نمیدهد برای ما، مسیر دوم تا جواب بده زمان زیادی از ما میگیره. راه حلی که این وسط هست اینه که ما به جنبه های تکنیکال اکتفا کنیم، جنبه های تکنیکالی که خونسا از ارزش هستن و ما رو درگیر با مفاهیم دو سویه و دوگانه نمی کنن. اون چیزی که متدولوژی نه به لحاظ فلسفی قضیه، لحاظ تکنیکال یعنی روششناسی کمی یا اجرایی یا کیفی قضیه به ما میدهد، من فکر میکنم که به اندازه کافی چاره گشا هست برای اینکه ما بتونیم آنالیز هامون رو انجام بدیم. من شاید اینجوری بهتون بگم که اون چیزی که همه جای دنیا یکسان عمل میکنه اعدادن ریاضیه. یعنی در واقع شما 2 به اضافه 2 از در واقع استرالیا تا آلاسکا همه جا میشه 4، متاسفانه یا خوشبختانه. یعنی یه چیز ثابت بدیهی هستن. حالا اگر ما روش هایی رو داشته باشیم که تو آنالیز و توی در واقع تحلیل به ما کمک کنن به عینیت های رئال قضیه برسیم، نه اینکه درگیر چیز باشیم، درگیر فضای ذهنی پر از ابهام باشیم. این چیزی که نجات میده ما رو. من تأسی میکنم به صحبت های ویلیام جیمز، گرته برداری میکنم، اعتقادی به اون چیز ندارم ولی به اون نگاه ندارم، ولی اینجا به ما کمک میکنه که چجوری میتونیم این قضیه رو تحلیل کنیم و آنالیز کنیم. میگه که مادامی که ما در بین منازعات دوگانه بین در واقع
متکثر بودن یا واحد بودن عالم یا مخیر بودن یا مقدر بودنش حیرانیم و نمیتونیم به نتیجه واحد برسیم، به این فکر کنیم که اگر این شق یا اون شق این دیالوگ درست باشه چه فرقی در نهایت قضیه خواهد کرد. اگر هر کدوم از اینا به ما کمک میکنه که ما در تصمیم گیری های روزمرهمون بتونیم به نتیجه بهتری برسیم، که خب به هم پایبند باشیم، اینجا همین اتفاق میفته. یعنی ما یه تئوری داریم که عملا شاید مصادیق عینیش برای ما صادق نباشه، از اون یک خواسته علمی داریم که باید زمان بذاریم و بسازیمش. چیزی که به ما کمک میکنه که به یک راه حل سومی بپردازیم که با عینیت ها سر کار داشته باشه. این اتفاقی است که در تمام موضوعات معرفت بشری که جنبه علم پیدا میکنن مصداق داره. یعنی ما وقتی داریم از آنالیز علمی صحبت میکنیم، یعنی که با عینیت و با واقعیت ها در مورد واقعیت ها صحبت میکنیم. این که آنالیز بکنیم بگیم فلان گروه سنی در فلان گروه جنسی در جامعه ما در فلان فضای شهری چقدر از فضا به چه شکل و با چه ابزاری استفاده میکنن و تحلیل کنیم بگیم چرا و این نتایج چند بار تکرار بشه، این چیزی که بر ما قابل اتکا هست. ببینید الان تمام علوم طبیعی همین کار رو میکنن. یعنی من مثال پزشکی رو میزنم، استاد من آقای دکتر بهاری دوستان عزیز اگر سوالی دارن ببخشید آقای دکتر خواهش میکنم من این مثال رو بزنم که همیشه پزشکی رو برای ما مثال میزدن و حالا من یکم مثال کاملتر میکنم. ببینید رشته پزشکی و فیزیک در مقالات علمی بالاترین رنگ ممکن رو داره. چرا این گونه اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نتایج پزشکی حاصل آنالیزهایی است که در آزمایشگاه رخ میده و هیچ قضاوت ارزشی درش حاکم نیست. از اون طرف فیزیک هم همینطوره، یعنی در آزمایشگاه به هیچ قضاوت ارزشی توش حاکم نیست. هر چقدر ما بتونیم آنالیزهایی رو داشته باشیم، ما بتونیم شهر رو نگاه آزمایشگاهی، نه به مفهوم موش آزمایشگاهی، به مفهوم آنالیز حیات اجتماعی در خرد فضا داشته باشیم، میتونیم کمک کنیم به این که نتیجه‌ای که از تحلیلامون میگیریم به واقعیت نزدیکتر باشه، بتونیم بر اساس فضایی که خودمون طراحی کردیم رو بررسی کنیم و گایدلاین هایی رو بدیم که قابل استفاده. من واقعا به عنوان یک طراح آرزوم این که یه زمانی یک کتابچه رو بنویسم گایدلاین های طراحی فضای شهری در ایران باشه، ولی این نیازمند یک دامنه وسیعی از پژوهش هایی هست که در دانشگاه ما، در ارگان دولتی ما، در نهادهای تحقیقاتی ما اتفاق بیفته. این من سعی کردم در واقع به جای اینکه به موضوعات نظری خاصی وابسته باشم اینجا تو این صحبت، رویه رو مورد بحث قرار بدم. اینکه ما چجوری میتونیم رویه هایی رو داشته باشیم که این رویه ها به ارتقای فضای شهری ما کمک کنن. رویه‌ای که نه در تغییر در سیاست گذاری نقش داره، نه در تغییر در دیدگاه های فلسفی رایج ما نقش داره، نه نیازی به اونا داره، نه نیازی به التقاط مباحث داره. ما رویه های فنی داریم که میتونه به ما کمک کنه مسیر متفاوت رو در خلق، در برنامه ریزی، در تعالی و در تحلیل مجدد فضای شهر داشته باشه. من متشکرم. ممنون از لطف شما. ممنون از لطف شما کردیم. دوستان عزیز، تشکر می‌کنیم از دوستان.
همچنین کارآموزی با شرکت همچنین تهران با شرکت دکتر تهران منظور و با استفانی دکتر امیر منظور و قربونی استفانی عزیز. امیر منظور قربونی آقای دکتر عزیز، اگر جمع بندی دکتر اگر دارید از جمع بندی کارآموزان در دارید از عرض کارآموزان یکی در دو عرض دقیقه یکی ما دو در دقیقه خدمت شما ما هستیم. در خدمت شما هستیم. بزرگوارید، من عرضم به حضورتون که تمام چیزی که در مسیر فکریم در مورد شهرسازی شخصا برای خودم انتخاب کردم و سعی میکنم پیگیری کنم و نمیدونم چه نتیجه خواهد داشت، این بلند مدت مشخص میشه، اینه که ما در محیط شهریمون نیازمند آنالیز واقعیت ها هستیم. ما نیازمند برخورد تئوریک که نگاه کردن از لنز تئوریک نیستیم. ما نیاز به این داریم که فضای شهری رو به مثابه یک عنصر قابل کالبد شکافی بهش نگاه کنیم، نه به عنوان یک محیطی که تجلیگاه مفاهیم ویژه متعالی هست یا مفاهیم ویژه خیلی عجیب غریبی یا مفاهیم ویژه که ما دوست داریم یا دوست نداریم. چیزی که ما میخواهیم اینه که بتونیم فضای شهری رو با واقعیتاش مواجه بشیم و شهر رو واقعا، این کلمه کاربرد شکافی امیدوارم یه روزی به عنوان یک ترمینولوژی رایج قابل استفاده باشه که ما بتونیم در واقع فضا رو، بافت رو، روابط رو آنالیز و جراحی بکنیم و مناسبت میان پارامترها رو بشناسیم، بدونیم چه عاملهایی رو چه عاملهایی اثر میذاره. من یه بار یک مقاله رو دیدم که واقعا حیرت زده شدم. نقش واحدهای تجاری خرده فروشی که ما بهش میگیم بقالی، گروسری استورها، در شکلی به رفتار روزمره شهروندان در فکر کنم یکی از کشورهای اروپایی بود. ما هیچ وقت نمیتونیم سراغ اینجور دیتا بریم. چرا؟ چون جو دیتابیس کاربریا و فعالیتامون همیشه ناقص. عرضم بزرگی که روش ها آنالیز ها ممکن ناقص هم باشه، دیتا هامون به روز نیست و اگرم باشه در اختیار من نیست مثلا که بتونم این آنالیز انجام بدم. ما نیازمند این هستیم که جامعه دانشگاهیمون به یک اینجور دیتاهای دسترسی داشته باشه. من بحث رو نمیخوام جمع بکنم، من یک مثال فقط برای جناب عالی میزنم. شما تو مباحث جغرافی انسانی و جغرافی شهری تخصص دارید. عرضم به حضورتون که ما نقشه 1/2000 شهر تهران، شهر تهران الان 15 سال تولید نشد. یعنی نقشه پایه ما بنز کافی و مورد در واقع اونجوری که بتونیم به روز باشیم نداریم. این رو بگذارید کنار یک چیزی که من دارم در مورد امکان مطالعه فضای عمومی یا خردمقیاس میگم که چقدر این به نظر دور از دسترس و دست نیافتنی است. مرسی از شما. قربان شما آقای دکتر، ببخشید با دلیل کوتاهی زمانی که داریم و زمانی که در مصرف میشه ما دیگه نتونیم. همچنین تشکر میکنم از همه شکران و مدلت هم و مدلت هم که نتونیم. آقای دکتر ممنون از شما، چه بخوبی داشته باشید. قربان.